دوران مکتبم یک دوران واقعا خوشایند بود برم. ما از مکتب به درجه اعلی فارغ شدم. همیشه در مکتب فعال بودم و همیشه یک شاگرد لایق بودم و نهایت تلاش ما میکردم که درسای ما خوب بخوانم. بر علاوه او در بخش سپورت داشته هندبال ما همیشه یعنی دست بالایی داشتیم و همیشه خوب بازی میکردیم و فعالیت های خوب داشتم. اکثرا در بخش انانسری دکلمه و در بخش های فرهنگی مکتب هم همیشه تلاش میکردم و حضور داشتم. چی برات الهام میداد که راز موفقیت چی بود؟ اهدافم ای که یک هدف خوب داشتم، میخواستم که کشورم آباد باشه. به خاطر ای همیشه نهایت تلاشم هم میکردم که بهترینش باشم و ای که همیشه تشویق از طرف خانواده بود، به خاطر همیشه انرژی میگرفتم که بهتر تلاش کنم. خب گفتی کورس هم میرفتی؟ در کل زیاد کورس نمیرفتم، فقط همین وقت آخرایی که بود صنف دهم آغاز کردم زبان انگلیسی را و به خاطر قرنطینه شد و همچنان به خاطر اینکه در آخرها طالب آمد و بسته شد کل جای، نتونستم زبان انگلیسی را کامل تمام کنم. ولی در صنف دوازده آمدگی کانکور خواندم و تونستم که در این بخش موفق شدم. من رشته مورد علاقه کامپیوتر ساینس بود. از زمانی که صنف 11 بودم من یک آموزشی کامپیوتر رفتم. وقتی که در اونجا کامپیوتر خواندم بسیار شوقم در کامپیوتر ساینس بیشتر شد و ایرا میفهمیدم که کشورم دلیلی که همیشه عقب مانده ای از که از تکنولوژی عقب مانده. به این خاطر میخواستم که کامپیوتر ساینس بخوانم، کشورم از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بتم و امی رشته مورد علاقه ایم است. فکر میکنی که در افغانستان برای یک دختر که کمپیوتر ساینس میخوانه شغل پیدا میشه، کار پیدا میشه؟ قبلا شاید میشد ولی در این وضعی که امروز میبینم یک چیز ناممکن است. دختری که نمیتونه وارد دانشگاه شوه، رشته ایش که دوست داره حذف شوه، نتونه که در رشته کامیاب شوه، مطمئنا برش وظیفه هم پیدا نمیشه. امروز کسای دیگه هستن که کامپیوتر ساینس خواندن ولی در افغانستان نمیتونن کار کنن. دلیلش هم این است که دختر هستن. ولی ما امیدوار هستم که محدودیت ها حذف شوه و تا آینده بتونیم به کشور خود خدمت کنیم. فکر میکنی که اگر در یک کشور دیگه میبودی همین مشکلات میداشتی؟ اصلا محدودیت هایی که در افغانستان برای دختر هست در هیچ جایی از دنیا وجود نداره. هیچ جایی دنیا نیست که دختران نتونن برن تحصیل کنن، درس بخوانن. ولی دخترای افغان از حق مکتب رفتن محروم هستن، از حق رفتن به دانشگاه محروم هستن، حتی از حق رفتن به محلهای تفریحی محروم هستند. مطمئنن که شرایط پیشرفت افغانستان نهایت کمتر از دیگر کشور است. خب بر خود درس رسیدن به هدفت مهم بود یا ای که گرفتن نمره بالا؟ هدف میتونه نمره بالا باشه که هر دویشه میخواستم. من میخواستم که کامپیوتر ساینس کامیاب شدم با نمره بالا. دوست داشتم در میان ده برتر کانکور باشم ولی به خاطر حادثه‌ای که رخ داد و جراحتایی که داشتم و حالتی روحی که داشتم بازم تونستم هم نمره بالا بگیرم هم در رشته دلخواه خودم کامیاب شد. شما در مورد روزهایی که با کورس می‌رفتیم در مورد بگوین که چه رقم یک دوره بود براتون؟ اگر در بخش زبان انگلیسی بگویم، من زبان انگلیسی را دوست داشتم که بسیار وقت‌تر بخوانم ولی به خاطر شرایط اقتصادی که داشتیم من نتونستم. تا اینکه زمانی که صنف ده شدم دیدم که یک جای کورس رایگان بود که زبان انگلیسی به طور رایگان درس میدادن. من فقط به خاطر تونستم زبان انگلیسی را بیاموزم. یعنی تا صنف ده من نمیتونستم هیچ کورس برم، شرایط اقتصادی خوبی نداشتم ولی بسیار شوق داشتم، بسیار دوست داشتم. زمانی که در آمادگی هم میرفتم شبا تا ساعت 12 میشستم یا حتی بیشتر، ساعت 1 تا 2 هم منشستیم. صبح همیشه 5 بیدار میشدم یا حتی وقت تر از او به خاطر آموختن درس. بسیار یعنی گفتم میتونم که نشستن با دوستای خودم یا محفل قدر به من چی نمیداد که من شب تا دیر شیشته بتونم، ولی درس دارم تو انرژی میداد که من همیشه میتونستم راحت تا دیر بشینم درس بخوانم، تلاش کنم و امید داشتم که بتونم با روزهای خود برسم. خانواده چی فکر میکردن؟ خانواده خب تشویق میکردنی که باید تحصیل بکنم، باید درس بخونم.
ولی خب اکثرا بعض وقتا نمیتونستن حمایت کنن به خاطر وضع خراب اقتصادی، ولی خب در کل مشوقم بودن، تلاش میکردن که برم مهیا کنن تمام چیزایی را که نیاز داشتم. راحت هستیم که در مورد حادثه‌ای که اتفاق افتاد از شما بپرسیم که همون روز چی اتفاق افتاد؟ کاملا اختیار با شماست، اصلا اگر نمیخواین صحبت کنین. جالبی است که من همیشه در امتحانات ناوقت میرسیدم نه در امتحانات بلکه در درس همیشه ناوقت میرسیدم، ولی اون روز جالبی بود که از همه وقت در رفته بودم. زمانی که من از خانه بیرون شدم کل جای تاریک بود. ما 6:15 امتحان داشتیم، اما 6:15 میرفتم طرف کورس. فاصله ما تا کورس 15 دقیقه بود. زمانی که در کورس رسیدم هیچ کسی دیگه نبود، فقط تازه مدیر کورس رسیده بود. من تقاضا کردم که به من ورق امتحان بدن. من او هفته زیاد تلاش کرده بودم، زیاد درس خوانده بودم، مطمئن بودم که هفته بهترین نمره را میگیرم. خب اول مدیر نمیخواست برم ورق بدن، میگفت زیاد وقت آمدی، ولی من تانستم ورق بگیرم. زمانی که در صنفم رفتم شروع کردم به سوال حل کردن، هیچ کس نبود. سوالا رو حل کردم و من داخل های سوال ریاضی بودم. صنفم تازه کم کم پر میشد و کلگی آمده بود، صنف پر شده بود. بعدش صدای چند تا فایر شنیدیم. این صدا بر من اصلا صدای نو نبود. من این صدا رو چندین بار شنیده بودم زمانی که در دوران مکتب بودم. در کورس من چندی، حتی همین یک هفته قبلش هم من این صدا رو شنیده بودم زمانی که یک انتحاری نزدیکی در کورس ما شده بود. من احساس میکردم که این حادثه مثل هر حادثه ای دیگه خواد گذشت و هیچ گپ دیگه نمیشه. همه ترسیده بودن و سر صدا میکردن. من از جای خود بلند شدم و شروع کردم بارام کردن صف. کلگی را گفتم هیچ گپ نیست، آرام باشین، اتفاق نمیفته. در حال صحبت کردن بودم که یک بار پسرم دیدم که مردی جوان بود که فایر میکرد. از بس صدای داد و فریادا بلند بود نمیتونستم صدا رو بشنوم، فقط دودایی که از او تفنگش بیرون میشد رو میدیدم. من ترسیدم، زود زیر چوکی ششتم، بعدش دیگه نفهمیدم. حادثه رخ داد و من در مقابل چشمایم میدیدم که عزیزترین هایم، کسایی که برم خواهر شده بودن، چه قسم امیدهایشان از بین میرفت، چه قسم نابود میشده. و کوشش کردم از اونجا بیرون شوم و همون لحظه گفتم اگر از اینجا بیرون شوم نمیمانم که این جسد ها با امیدهای خود یک جا دفن شوم. امیدهایشان من، آرزوهایشان من برآورده میکنم حتی اگر از اینجا زنده بیرون شوم. خب دویدم طرف دروازه خروجی. زمانی که اونجا رفتم دروازه خروجی بسته بود و امکان نداشت از اونجا بیرون شوم. از سر دیوار خاردار رفتم. من جالب است که نمیتونستم از یک جای بسیار کم بلند شوم برم، ولی از سر دیوار خاردار رفتم. قدر جراحتی که داشتم سرش اضافه شد و حتی پایم افگار شد، چون او سیم خاردار بود، لباس های من پاره شد، پایم هم افگار شد. رفتم حولی بعدی که بسته بود دروازهشان و دیدم که یک بایسکل بود. پایم سر و بایسکل ماندم و رفتم حولی بعدی و از دروازه او تانستم خارج شم. زمانی که در کوچه رسیدم از هر کسی تقاضای کمک میکردم، کسی نمیتونستم رای من کمک کنم. من بسیار وحشتناک شده بودم، بسیار از بدنم سوخته بود، موهایم سوخته بود، مثلا لباسایم سوخته بود، یک قسمت چون پاره شده بود در موسیم خاردار و پر از خون شده بودم، پر از دود شده بودم. نمیتونستم رای من ببینم، چون یک چشم من خواه همون وقت از دست داده بودم و چشم دیگه من رای شاق و بار و دود و خون گرفته بود. ولی موفق شدم خدا به شفاخانه رساندم و بعد از اینکه به شفاخانه رسیدم شماره خانواده رو حفظ داشتم. به دکتر گفتم که به خانواده زنگ بزنن و آمدن. و آمده یک روز 5 شفاخانه رفتم. هر شفاخانه که می رفتم یا امکانات نداشت یا ای که او بخشی را که من نیاز داشتم اونا نداشتن. در مو حالت در 5 شفاخانه رفتم و 2 عملیات در یک روز گذشتند. چه وقت متوجه شدم که چشمتان ممکن است از بین رفته باشه؟ من در وقت عملیات میتونستم ببینم.
چند دفعه دکتر گفت من میتونم ببینم، گفت دیگه با این چشمت نبی. من اون وقت احساس کردم که شاید چشم از دست داده باشم، ولی به خود امید میدادم که نه، هیچ گپ نشده، چشمم کامل خوب است. چندین بار به من غیر مستقیم گفتن خانواده دوستایی که چشمت از دست دادی، مثلا میگفتن که باید چشمت هم خوب مثل وقت میبینی، ولی من میگفتم نه، چشم مردیش باید خوب شوه، این رقمی بسیار سخت است. برام میگفتن که چشمت هیچ چیز نشده، فقط پشت چشمت جراحت دیده، ای که جراحتش خوب شوه دوباره چشمت باز میشه مثل وقت میشه. من بسیار امیدوار بودم. ما چند روز بعد، دو سه روز از حادثه گذشته بود، رفتیم ایران. به خاطر اینکه تداییم در افغانستان امکان پذیر نبود رفتیم ایران و اولین بار اون جفا میدم که چشم دیگه دید نداره و از بین رفتم. من فکر نمیکردم چشم من کشیده باشن. اونجا دکتر گفت که چشمش تخلیه شده، خانواده گفت بله چشمش تخلیه شد. خب من این جملات اولین جملاتی بود که میشنیدم، قبلا نمیفهمیدم معنای تخلیه شدن چشم چیست. من خوشحال بودم، میگفتم که خب حتما منظورش است که چره ها کشیده شده، تخلیه شده، پاک شده، دوباره میتونم ببینم. ولی خب متوجه شدم که خود چشم کشیده شده. اولین بار در ایران فهمیدم که چشم دیگه کامل از بین رفته. از ایران گفتی چه رقم بود تداوی و درمان اونجا؟ کل تداوی ایران دادن یک چخک و یک ملم بود. هیچ کاری به خاطر بهبودی نه گوش و نه علاشه و نه چشمم صورت گرفت. ما 17 روز ایران ماندیم و دوباره پس افغانستان رفتیم. آره شما در ترکیه هستیم، در انقره. اینجا برای شما چی میگه؟ اینجا زمانی که آمدیم ما چندین شفاخانه مراجعه کردیم و آخرینش به ما دکتر گفت که چشمتان به خاطر پیوندش جیر شده. چون ما تقریبا 2 ماه 3 ماه از حادثه گذشته بود که ما مراجعه کردیم، گفت یعنی دعوایل اگر میشد میتونست دید خود پس دوباره پدست بیاره، ولی حال دیگه دیر شده چون رگا از بین رفته بود دیگه نمیتونه دیدش پس بیایم. ولی برای عمل زیباییش گفتن کار میکنن و تداوی فعلا جریان هم داره. عمل زیبایی چی کار میخوان بکنن؟ چشمم حالت خود از دست داده بود، شکل خود از دست داده بود، به اصطلاح پوچ شده بود. باز او رو یک عملیات کردن که گوشتایی که به هم چسبیده بود اونا رو باز کردن و 1 ماه گذشت از او عملیات. آله به قسمت پروتیز یا همو چشم مصنوعی مراجعه میکنیم که اونا میگن چشم مصنوعی برم جور میکنن. با دوستایت در افغانستان رو تماس هستی؟ بله، هم با دوستاییم که در مکتب با هم دوست بودیم و هم امرای دوستاییم که در کاج با هم دوست شدیم هنوزم در ارتباط هستم. بله. پیش از حادثه کاج در مورد چی چیزای بینه دیگه صحبت میکردیم؟ اگر در مورد دوستای کاجم بگویم، خب ما کسایی را که امروز شارزوهای رو میگفتم اونا دیگه نیستن، اونا رو ما از دست دادیم. ولی خب بعضی از دوستای دیگه هم هستن هنوز که با اونا، یعنی اون وقت خیلی صمیمی نبودم، دوست بودیم، ولی خب اصلی دوستای صمیمی ما از دست دادیم. دوستای دیگه هم هستن که در مورد بهترین بودن در کنکور هم رایشان صحبت کردیم، بودن در 10 برتر کنکور هم رایشان همیشه صحبت میکردیم و اکثریت تانستن کامیاب شون. خوشحال استم از بابت. آرزویتان چی است در آینده؟ من دوست دارم که رشته ایره که دهش کامیاب شدیم، کامپیوتر ساینس، ایره ادامه بتم بخوانم. چون من میفهمم دلیل عقبمانی کشورم همی است که از تکنولوژی پس مونده، میخوایم دهی بخش به کشورم کمک بکنم. و دوست دارم که صدای دخترای افغان باشم، دخترایی که هیچ کس صدایشان نمیشنوه، فقط کسایی که صدای خود بلند میکنند خود ما دختر هستیم و هیچ کس صدایشان نمیشنوه. میخوایم صدای دخترای افغان باشم، نمایندگی کنم از دخترای افغان و بتانم داینده کار برای دخترای افغان انجام بدم. میخوایم برگردیم؟ من کشور ما دوست دارم ای که، ولی خب برای من اجازه تحصیل نیست، من نمیتونم در اونجا با روزوی خود برسم که ادامه دادن تحصیلم است. و فکر میکنم اگر بخوایم به کشور خود خدمت کنم در اونجا باشم نمیتونم این کار برش انجام بدم، چون شرایط تحصیلیش اولی که اجازه دادن نمیشه، اگر اجازه داده شدم خیلی امکانات بالا نیست.
دوست دارم که بتونم در کشور دیگر درس ما بخوانم و در آینده حتما به کشورم برخواد گشت. آرزوی بر افغانستان چیست؟ من میخوایم افغانستان آباد باشه، آزاد باشه. میخوایم مثل هر کشور دیگه کشور مستقل باشه. ای که همگی یعنی هر کسی دوست داشته باشه در خود کشورش باشه. دیگه این رقم نباشه که همگی مسافر باشن، همگی در اونجا اصلا احساس راحتی نداشته باشیم. دوست دارم کشورم بسیار پیشرفته شوه. از هر لحاظ دوست دارم که دخترای افغانستان مثل دخترای هر کشور دیگه آزاد باشن، بتونن هر چیزی که دوست دارن انجام بدن، درس بخونن و پیشرفت کنن. خب فاطمه جان، از نظر خودت چرا دخترم نمیتونن مکتب برن و تحصیلات خود ادامه بدن؟ این سوال است که فکر نمیکنم هیچ کس جواب شه بفهمه، چون هیچ دلیل منطقی نداره که چرا دخترها درس نمیخونن. از لحاظ دینی اگر بگوییم اینطور یک چیز نیست، اگر از لحاظ عقلی بگوییم اینطور یک چیز نیست. من واقعا جوابی سوال نمیفهمم که چرا دختران نمیتونن تحصیل کنن، دلیلش واقعا چیست؟ از هیچ لحاظ مشکل نداشته، ولی که نمیتونن تحصیل کنن بسیار دردآور است. خب همزمان با وجود این مشکلات یک تعداد از دخترها هستن که در مکتب زیرزمینی درس میخوانن، میخوان تحصیلات خود ادامه بدن با همه این مشکلاتی که در افغانستان وجود داره. از نظر شما چه چیزی برای دختر افغانستان انگیزه میده که این همه تلاش بکنه؟ فکر میکنم که همین مشکلات است که اینا را استوار میکنه، اینا را مجبور میسازه که تلاش کنن، چون گرفتن حق بسیار دردآور است. همین مشکلات است که اینا را قوی تر ساخته و به خاطر حق خود تلاش میکنن، مبارزه میکنن، دوست دارن که دیگه حقشان گرفته نشه. دلیلش همی بوده میتونه. شما را چی چیز انگیزه میتونه که ادامه بدن تسلط دارم؟ خب من قسمی که قبلا گفتم به خاطر آبادی وطنم تلاش میکنم و همی از که انگیزه میتبرم. و بعد از حادثه وعده دادن بر کسایی که شهید شدن، این برم انگیزه میتونه که من به اونا وعده دادیم و نمیتونم زیر قول خود بزنم، باید به خاطر آرزوهای اونا تلاش بکنم. و وعده‌ای که به دخترای افغان دادیم که روزی صدایشان میشم و کار برشان انجام خواهد دادم.